این رفیقات چی میگن عباس؟ بله والا این حرفایی که زدن البته هیچ ربطی به من نداشت، خودم الان خیلی تحت فشار بودم. من فقط دوتا آرزو داشتم، یکی این که یک بار دیگه صدای خودتون رو بشنوم، واقعا فداتون بشم، و لبخند خوشحالی خواهر مریم رو ببینم که اونو دیروز تو جشنشون دیدم و صدای گرم شما رو الان شنیدم. عرضم به حضور شما که شایسته تاج سروری نیست آن سر که نشد فتاده در پات. هرچه بچه ها می گفتند مربوط به خودشون بود و مربوط به خواهر مریم و خواهر مژگان و سایر خواهران و برادرانی که تو این 70 و چند روز تک تک لحظاتمون با شما و با اونها بود. واقعیت اینه که من خودم چشمه هایی از برادران مجاهد خلق انقلاب کرده دیدم که هیچگاه طی این چند سال به ذهنم هم خطور نمی کرد. اسمشون رو قهرمان بذارم، اسمشون رو اسطوره بذارم، نمیدونم چی بگم. همه اونها تا اونجایی که من میفهمم، از ته دلم بخوام بگم، هر 35 نفر آموزگار، مربی، معلم و مسئول بودن و مسئول من هم. در رزم‌آوری و جنگ و پیشبرد امر انقلاب، اینا اون بچه های قبلی که توی یگانشون بودن نبودن، من اینو مطمئنم. بارها هم توی صحبت ها به خودشون میگفتم. فکر میکنم روز 7 و 8 بود یا قبل از اون که گفتن توی این دخمه که اینجا بودیم همه با هم پیمان بستیم که تابلوی رو رسم کنیم که خواهر مریم لبخند بزنن. اینو با هم عهد کردیم و گفتیم تا آخرش هستیم. زیاد قرآن بلد نبودیم، ولی فکر میکنم شب 6 و 7 بود که یه تفاعلی به قرآن زدیم. حضرت موسی قرار بود بره بارگاه فرعون، اونجا با خدا راز و نیاز میکنه، از کمبوداش و از ضعفاش میگه و اینکه خودش یه مقداری ترس داشت و یک زبان گویا میخواد. همین جمله رو که گفتیم، 35 برادر مجاهدم هیچ وقت فراموش نمیکنم، با شجاعت تمام تک تک لحظاتی که داشتند از همون اول درگیری، لحظات شرکامیز، لحظات تعادل قوایی، اینها رو با شجاعت، لحظات ترس بدون تعارف بیان میکردن در جمع و ما از اونجا همه دیگه بیرده شدیم. ما هیچ رده‌ای نداشتیم جز مجاهد خلق و جز تن واحد. و اندو و کوچیک همشون که من بودم و واقعا سر سوزنی شکاف وجود نداشت. یعنی من اونجا خوب سخنگوی بچه ها بودم، ملاقات های مختلف در سطوح مختلف، به همین پشتوانه انقدر دستم پر بود، انقدر مهاجم بودیم، هر کسی که وارد می شد بدون اغراق لحظاتی طول نمی کشید. حتی اونایی که برای ما طراحی می کردن اونها می چرخیدن و به هم می ریختن تا روزهای آخر که خانم وزیر حقوق بشر وقتی اومد تو دید همه افتادن و من اون آخر بودم، گفت
میگفت از این بچه ها بخوا که دست از اعتصاب بردارن، چون دیگه روزای آخره. و راستم میگفت، صحنه ای که میدید هر کسی که از بیرون نگاه میکرد فکر میکرد تا چند ساعت دیگه بیشتر بچه ها دووم نمیورن. بیانه منم همیشه توی ملاقات ها سهراب بود. سهراب رو صدا میکردم میگفتم به اون، به اونایی که میگن مجاهدین مغزشویی شدن، به اونایی که میگن مجاهدین رهبرانشون به اونها حق نمی کنن این حرفا رو میزنن، الان اینجا ببینین 36 نفر 70 روز جدا افتاده تحت ماکزیموم فشارها، ولی حرفاشون رو بشنوین. سهرابم با اون لحجه شیرینش میگفت اشرف یا جنازم یا خودم، هیهات من نزله. از عشق ناتمام ما کمال یار مستغنیست. فضائل، فضیلت های انقلابی و شأن انقلابی و اون چیزهایی که واقعا از ته دل هممون میگفتیم، تو هر نشستی هم تکرار میکردیم، هزارها بار دیگه هم اگر باشه تکرار میکنیم که واقعا زحمات و آب شدن خواهرای شورای رهبریمون برای پیش بردن انقلاب خواهر مریم در تک تک ما بود و متاسفانه خود من درک نمی کردیم. همیشه می گفتم یا محسن و قد اکل مسیح، خدایا ما رو ببخش از گناه ها و از قصورمون، از عدم فهم و از عدم ادراک انقلاب خواهر مریم که چه سرمایه ایست واقعا، همه رو به زانو در میاره. خدایا ما رو ببخش. و الان هم تو این مدت صحنه ها خیلی زیاد بود. سخت‌ترین صحنه ها برای من که با بچه ها بودم روزهای آخر بود. یه مقداریشو بچه ها گفتن، فکر میکنم روز چهارم یا پنجم بود، نفر صلیب بود یا دکتر بود، شکم پیرهن میر رحیم و بالا زد، پوست شکمش رو گرفت، گفت به خدا قطره ای آب توی بدنش نیست، تو رو خدا راضیش کن که بیاد بریم دکتر. من برای خودم تعهد گذاشته بودم که 35 تا مجاهد رو باید بیارم که اون لبخند شما رو ببینن، ولی اون لحظات لحظاتی بود که بچه ها مراجعه می کردند، آخرین جملاتشون رو به من میگفتن، آخرین وصیت‌هاشون رو میگفتن و آخرین پیمان‌هایی که داشتن یادآوری میکردن. و این واقعا سخت‌ترین لحظات برای من بود. نمیدونم چی شد، معجزه شد، واقعا معجزه بود. دعای خیر شما بود، دعای خواهر مریم، دعای خواهران و برادرانمون، تک تک اونها که اجابت شد و بچه ها زنده برگشتن. ما البته هرچی از بچه ها میگم واقعیته، ولی واقعیت اصلی پشت صحنه بود. این رو باز هم ما تو صحبتامون همیشه میگفتیم، موتوری که خواهر مریم روشن کرده بودن تک تک بچه هایی که اینجا تو استصحاب بودن، خواهران، برادران و بچه های خودمون که تو خارج از کشور بودن و از جونشون مایه میذاشتن، من مایه افتخار و مباهات ما بودن. اونها به ما انگیزه می دادن، اونها اوضاع و تعادل رو چرخوندند و ما هم برای خودمون بریده بودیم، بریده بودیم که کس نخارد رو باید ثابت کنیم، بریده بودیم که هر